روز گذشته یوسف اسحاق پور در سن 81 سالگی در پاریس درگذشت. او روشنفکری بود با تفکر چپ و گوشه‌گیر. از یوسف اسحاق پور نزدیک به 40 کتاب نوشته و ترجمه از او در دست است. به گفته پاره از محافل خبری، تاریخ ملاقات هیئت مذاکره کننده با جمهوری اسلامی تعیین شده و همین پنجشنبه آینده خواهد بود. این گفتگوها در بروکسل انجام می‌گیرد. چند هفته پیشتر از این تهران مدعی شده بود که آژانس درباره فعالیت‌های پشت پرده حکومت دروغ می‌گوید و قصد شکایت داشت. سایت‌های اسرائیلی به این تحلیل پرداختند که چرا مهمترین تمرینات دفاعی جمهوری اسلامی راه اندازی شده است. سایت پارس تودی معتقد است ممانعت‌ها برای صادرات نفت و گاز ایران توسط اسرائیل به نوعی کندن گور برای باکو خواهد شد. همسر خانم نازنین زاغری در لندن میگوید بار دیگر خانم زاغری از اینکه میبایستی دوباره به زندان بازگردد دچار شوک روحی شده است. خانم زاغری 5 سال پیش در تهران دستگیر شد. باید بدانیم دخترش گابریلا که حالا 7 سال شده 2 سال است مادرش را ندیده است. نماز همه آخوندهای حکومت قبول. محاکمه تروریست‌های 13 نوامبر در پاریس همچنان ادامه دارد. یک خبرنگار پس از حضور در جلسه دادگاه و مشاهده معلولین گفته اینجا زنده مانده های در جمع مردگان هستند، اما مردگانی در جمع زنده ها. بریتانیا از یک سو و مردم صلح طلب سراسر جهان از قتل دیوید آمس 69 ساله که توسط یک جوان 25 ساله متعصب به قتل رسید در تعجب و شوک قرار دارند. I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Amis MP who was killed in his constituency surgery in a church. آقای بشار اسد میگوید نیروهای خارجی بایستی از سوریه بیرون بروند. همین چندی پیش وزیر خارجه حکومت به دیدار او رفته بود، اما حالا آقای پوتین فرستاده ویژه‌ای به دمشق فرستاده است تا به گفته ای از نفوذ واشنگتن در منطقه بکاهد. این عکس و عنوان از نشریه نوول ابسرواتور از آقای مکرون و تمام رقبای انتخاباتیش که در 187 روز دیگر برگزار می شود. امروز همچنین تقویم تاریخ می گوید 1000 روز دیگر مسابقات المپیک 2024 پاریس آغاز خواهد شد. خبرهای کرونا جدا از سلامتی تکاپوهای اقتصادی را نیز به سایه برده است. آمد و شدهای دریایی با کمبود امکانات روبروست. بنادر امریکا 7 روز هفته و 24 ساعت فعالند و این در شرایطی که متخصصین زمانی طولانی برای عادی شدن گمان زنی می کنند. در این میان مردم ژاپن به عنوان مردمی با نظم و مسئول توانستند در برابر ویروس کرونا که در ابتدا تلفات سنگین را به وجود آورده بود سربلند بیرون بیایند و این همه از سر نظم و احساس مسئولیت. دیگر در این روزها حتی جمعیت زیاد نیز خطری را برای مردم ژاپن به وجود نمی آورد. رئیس جمهور سابق امریکا آقای کلینتون 75 ساله از بیمارستان مرخص شد. و حالا در پایان منطقه سنت میلیون در کنار شهر بوردو که تاکستان و شرابش مرغوبیت و شهرت جهانی دارد به ابتکار صاحبان تاکستان می توانند با بالنهای مخصوص در یک گردشگری به ارتفاع 700-800 متری بروند و مناظر را تماشا کنند. کسی چه می داند؟ شاید شراب هدیه زمین به آسمان باشد.